در شماره 66 خیابان شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه، امروز کم پیدا میشه. در شماره 66 خیابان شانزلیزه در پاریس پاساجی هست که یک ایرانی بهترین توصیفی است که ایرانی بکنیم که بگیم واقعا ایرانیه، امروز کم پیدا میشه. اونجا محلی برای ایرانیان درست کرده به اسم شهر فرهنگ، در حالی که به اعتقاد من بهش هیچ وقت نگفتم. روزی که رفتم گفتم اینجا شهر فرهنگ نیست، اینجا تهرانه، اینجا ایرانه، اینجا هر طرف نگاه میکنی وطن میبینی. حالا اون روز نگفتم، امروز روی ایر میگم، چون گفتم هر صورت ما رفتیم مهمونیم، نهار به هم میده، غذا به هم میده، قهوه به هم میده، دیگه انتقاد نکنیم. شهر فرهنگ، از تهران که میذاریم شهر فرهنگ یه چیزی، ولی اونجا واقعا تهرانی در قلب پاریس درست کرده ایشون، آقای سیاوش عبستان. خیلی خوش آمدید. درود بر شما مهربانیار آقای رضا فاضلی، خوشحالم که در کنار شما نشستم و با شما مهربانیار هستم. در ابتدا اگه اجازه بدید میخوام دو مورد رو و درود میفرستم به بینندگان مهربان. آقا عجب پیراهن قشنگی من پوشیدم، مبارک. سپاسگزارم. هدیه یک یار مهربانه، واقعا سپاسگزارم. واقعا خیلی جنگه عجبا. خیلی سپاسگزارم. اذیتمون نکن تو رو خدا. بزن میگم اون وقتا هم گفتم بزن حبسیمون رو بکشیم، بزن تبعیدیمون رو بکشیم. عرض کنم که مهربان یار آقای رضا فاضلی، واقعا من خوشحالم که با شما هستم. آقای رضا فاضلی، شما هست واقعا اولین کسی هستین که در اروپا این بیر فکر افتادید که از اون ابتدا تصویری بسازید که به همه جای جهان بره. KVC که فکر میکنم KVC بود، کانون ویدیو و سینمای ایران، و زحماتی که شما در این راستا کشیدید واقعا قابل تحسین. چون همونطور که بارها خود شما گفتین، خیلی ها وقتی آقای رضا فاضلی رو میبینن فکر میکنن که فقط یک هنرپیشی سینما، که هنرپیشی بودن هم افتخاری است واقعا، و بیزنس کردن هم افتخاری است. اونایی که بیزنس میکنن مستقل میتونن عمل کنن در زندگی خودشون و دستشون جای دراز نباشه.